سراغ قسمت سوم یا جلسه سوم کلاسمون در فصل اول سال یازدهم و شروع کنیم با انرژی پتانسیل الکتریکی میگه دو ذره باردار الکتریکی رو در نظر بگیر بار کیو یک در جای ثابت شده بار کیو دو تو فضای اطرافش رها شده پس این ساکنه این در اطرافش داره حرکت میکنه خب اه دارای داره انرژی جنبشی میشه یعنی این در اطراف این داره دارای انرژی جنبشی میشه طبق قانون انرژی انرژی جنبشی نمیتونه خود به خود به وجود بیاد به نظر شما انرژی از کجا داره میادش انرژی ناشی از تغییر یا چه اتفاقیه که داره اینجوری میشه این رو اصطلاحا بهش میگیم انرژی پتانسیل الکتریکی تو سال دهم ده یک کم در مورد صحبت کردیم من ببینم فقط تایمرم زدم بله بچا در مورد صحبت کردیم اما دیگه نگفتیم روابطش چیه و چه اتفاقی میفته فقط میخوایم الان... اونجا در مورد این صحبت کنیم گم چه انرژی هست حالا میخوام ببینم که چجوری به وجود میاد یه خلاصه کوچیک بگم و برم ادامه بدم نگاه کن فرض کن این دوتا رو من با یه سرعت ثابتی به هم نزدیک کنم بار مثبت مثبت رو دفع میکنه پس من اگه اینا رو دارم به هم نزدیک کنم یه انرژی توشون ذخیره میشه که وقتی ولش میکنم دوباره میره به زور دوباره اینا رو به هم دیگه نزدیک میکنم میارمشون اینجا دوباره ولش میکنم دوباره جدا میشن از هم دیگه پس من یه کاری انجام میدم که بین این دوتا به صورت انرژی چی میشه؟ ذخیره میشه بین انرژی میگیم انرژی پتانسیل الکتریکی خیلی ها توی در سطح کتاب درسی شما میگن هر وقت دوتا بار هم نام رو به سرعت سال هم نزدیک کنیم بینشون یه انرژی ذخیره میشه به نام انرژی پتانسیل الکتریکی اینها بار مثبته مثبت مثبت رو دفت میکنه خود به خود میاد پایین وقتی این به مثبت ها نزدیک شده دارای انرژی پتانسیل زیادیه وقتی من ولش میکنم اینا باعث میشه انرژی پتانسیل آزاد شه بیاد به سمت پایین و از خودش یه انرژی پتانسیل رو آزاد کنه پس تبدیل میشه به انرژی جنبشی پس چون مثبت به مثبت نزدیک کردم افزایش انرژی داشتیم برای اینکه به توصیف کمی از این انرژی دست پیدا کنیم میدان الکتریکی یک نواخت 122 رو در نظر بگیر که در فضای میان دو صفحه باردار قرار داده شده بار کیوسف در میدان رها میشه به تدریج به انرژی جنبشی زیاد میشه یعنی از انرژی پتانسیلش کم میشه بچه‌ها اگر بار الکتریکی یک مثبت کیو از مجاورت صفحه مثبت رها بشه تحت تاثیر میدان الکتریکی با چشپوشی از گرانش یعنی ما با گرانش اصلا کاری نداریم الان به طرف صفحه منفی شروع به حرکت میکنه و به تدریج تندی و انرژی جنبشی زیاد میشه این وضعیت شبیه چیزی که در کتاب سال دهم ده دیدیم چه جوری بود یه جسم رو از بالا رها میکردن میومدش پایین وقتی جسم جرم از ارتفاع هاش رها میکردیم تا بیادش پایین و انرژی زیاد میشد همچنین دیدیم که کل نیروی گرانشی برابر با منفی تغییر انرژی پتانسیل گرانشی پس همینا میتونم برای اینم بنویسم بگم کار میشه منفی تغییرات انرژی پتانسیل الکتریکی اونجا چون گرانشی بود میگفتم کار نیروی وزن اینجا چون الکتریکی میگم کار میدان الکتریکی یعنی خر همون خره پالونش عوض شده پس اگر یه بار رو رها کنم بیاد به سمت پایین باعث میشه اون دلتا یوی که ایجاد شده قرینه یه کاری باش که انجام دادم مثل همین گفتم دو تا بار رو به با هم دیگه نزدیک میکنم اگر اینا رو به هم نزدیک کنم یه انرژی توش ذخیره میشه کار من به صورت انرژی ما توش حالا من اگه ولش کنم این انرژی دوباره آزاد میشه تبدیل میشه به کار من اینجوری نزدیک کردم وقتی ولش میکنم اینجوری جدا میشن پس قرینه همان یعنی جهتی و مقداری با هم فرق حالا این که اینا که ما جهت خیلی مهم نیست گرچه این رابطه برای یک میدان الکتریکی یک نواخ بیان شده ولی میتوان نشان داد که در حالت کلی هم برای میدان های الکتریکی صادق هست آره ذره کی رو در میدان الکتریکی یک نواخ در نظر بگیرید که جابجایی دی رو موازی میدان الکتریکی رو انجام میده طبق تعریف که در سال قبل دیدیم کار انجام شده میشه اف دی کسینوس الفا حالا اف تو این فصل برابر چیه ای کیو یعنی نیرو میشه ای کیو دی کسینوس الفا با توجه به این رابطه پس میتونم رابطه کاری که سال قبل یاد گرفته بودم رو به جای ایف بنویسم ای کی بشه ای کی دی. یعنی در از کار کلی میدان مثلا من یه بار بیارمش اینجا بچه ها دوتا زیادی رفتیم بذار چقدر رفتیم این آشش بچه ها ببین اگر الان بخوام اینو در نظر بگیرم میتونم بگم کار کلی میدان میشه این یعنی ای کوسینوس دی آلفا با علامت منفی که میشه تغییرات انرژی پتانسیل پس ما اگر دبلی رو بخوایم میشه ای کوسینوس دی آلفا و اگر تغییرات انرژی پتانسیل رو بخوام میشه منفی ای کوسینوس دی آلفا به راحتی میتونم پیداش کنم اوکی پس این رابطه این مهمه بچه ها اینو گوسفندیش میکنم چون خیلی جاها برامون کاربرد داره مثلا تو شیک هایی که یه مقداری از نظر شماها سخته و حچل هفت میشه به قول معروف اما میشه با این رابطه راحت پیداش کرد دلتا شد این که در آن تتا زاویه بین نیروی ای و جابجایی جا دی دقیقا مثل سال دهم ده یعنی فرقی نمیکنه در این کتاب در رساله رابطه یکش صرفا با جابجایی همراستام میدان یا عمود کار داریم یعنی ما اصلا زاویه دیگر رو نمیگیریم تو سال قبل قبل از اینکه کتاب عوض بشه زاویه 0 و 30 و 60 و همه چی بود اما الان یا صفر یا 180 داده یا 90 یعنی یا نیروم میدان عمود بر هم دارن حرکت میکنن یا خلاف جهت هم میرن یا هم جهت هم میرن پس سه تا زاویه داریم طبق این 0 180 یا 90 میتونیم بگیم هورا چون خیلی آسون شده همین سه تا زاویه رو در نظر میگیریم فقط خب در این رابطه بار Q بر حسب کولون میدان E بر حسب نیوتن بر کولون جابجایی دیه بر حسب مد و تغییر انرژی پتانسیل هم که جوله چون کاملا معلوم انرژیه توجه کنید این رابطه چه برای ذره بار مثبت و چه برای ذره بار منفی برقرار علامت بار این تو نمیاد فقط باید دقت کنی اگر تق... ببین این خودش همه چیز رو به ما میده اما یه نکته داره اگر بار مثبت به بار مثبت نزدیک بشه انرژی پتانسیل زیاد میشه بار منفی به منفی نزدیک بشه انرژی پتانسیل زیاد میشه مثبت به منفی نزدیک بشه انرژی پتانسیل کم میشه نکته هر وقت بارهایی که به هم نزدیک میکنیم هم نام باشن انرژی پتانسیل زیاد هم نام باشن دور کنیم انرژی پتانسیل کم میشه و برای ناهمناما نزدیک کنیم کم دور کنیم زیاد چرا؟ اگر ناهمنام باشه اینا میخوام هم دیگر جز کنم من هر چان این اینو ببرم دورتر میخوام وقتی ولشو میکنم دوباره میام میشست به هم به یه شهر نبرم اینو مثلا یه شهر اینو ببرم یه شهر دیگه بگم هم دیگر جز نکردن تو فاصله که این نیرو هست دوباره به هم نزدیک میشم و نیرو توش ذخیره میشه خب یه دقیقه بیایم رو کتاب درس نه بذار اول اینجا بگم ببین ما یه سری شکل داریم دو تا اینجا بررسی میکنم بعد چهار تا شکل رو با هم دیگه تو کتاب درسی بررسی کنیم خب توی شکل الف میگه بار مثبت در جهت میدان به میدان از مثبت به منفی این صورتی میدانه جا به جا میشه میدان الکتریکی کارش مثبت انرژی پتانسیل داره کم میشه توجیهش میکنم مثبت به مثبت نزدیک شده انرژی پتانسیل زیاده وقتی ولش کنم خود به خود داره میره پایین پس انرژی پتانسیل این کم میشه یعنی انرژی پتانسیل کم اما کار میدان مثبت چون اینو هول داره میره ببره پایین حالا فرض کن همین بار مثبت رو ببرمش بالا ببین اینجا دی به سمت پایین بود یعنی در جهت میدان اینجا دارم در خلاف جهت میدان میبرمش خب وقتی خلاف جهت میدان میبرمش یعنی مثبت به مثبت نزدیک میکنم پس انرژی پتانسیل ذره داره زیاد میشه کار میدان چی میشه منفی اینها میدان الکتریکی کار منفی انجام میده پس انرژی پتانسیل داره چی میشه زیاد میشه تو اسلاله بعدی میخوام نیرومو بارمو عوض کنم منفی بذارم منفی به منفی نزدیک میشه نگاه کن این منفی رو دارم میارن مسافه منفی این داره چه اتفاق میفته انرژی پتانسیل ذره داره زیاد میشه پس کار میدان منفیه نگاه کن میدان کار منفی انجام میده انرژی پتانسیل چی میشه زیاد وقتی منفی رو از منفی دور میکنم و به مثبت نزدیک میکنم منفی از منفی دور بشه انرژی پتانسیلش کم میشه اگر انرژی پتانسیلش کم بشه یعنی کار میدان مثبت اینا میدان کار مثبت انجام میده انرژی پتانسیل کاهش پیدا میکنه یه بار بریم با هم دیگه کتاب درسی بررسی کنیم آره بیارو کتاب درسی تو کتاب درسی هر چهار تا اینا رو در کنار هم دیگه. خب بریم سراغ کتاب درسی کتاب درسی رو نگاه بکن موقعی که بیام سراغ کتاب درسی اینجا خب توی کتاب درسی چی رو میتونم بررسی کنم اینو میتونم بررسی کنم همین چهار شکل شکله بذار یه ذره بزرگش هم بکنم اینور قشنگ ببینیش یا چهار تا شکلی که الان ما هم بررسی کنیم. کنار همه یا بار مثبت یا بار منفیه یا مثبت داره از مثبت دور میشه یا مثبت داره به مثبت نزدیک میشه ببین این دیه داره اینو نشون میده یا منفی به منفی نزدیک میشه با دی یا منفی داره از صفحه منفی دور میشه هر وقت همناما رو به هم دیگه نزدیک کردم چه اتفاقی میفته باعث میشه انرژی پتانسیل زیاد شه الان مثبت داره مثبت دور میشه انرژی پتانسیل کم اینجا مثبت داره به مثبت نزدیک میشه انرژی پتانسیل زیاد میشه اینجا منفی داره به صفحه منفی نزدیک میشه انرژی پتانسیل زیاد میشه و اینجا که داره دور میشه انرژی پتانسیل کم میشه هر وقت انرژی پتانسیل زیاد شد یعنی کار میدان منفیه هر وقت انرژی پتانسیل کم شد یعنی کار میدان من مثبت میشه پس حواست رو جمع کن بعد با هم دیگه برگردیم بریم سراغ ادامه درسمون خیلی خب حالا اینجا رو ببین توی این ور اگر بخوام برم سراغ اسلاید بعدی میخوام یه میدان الکتریکی یک نواخ رو شرایطش رو بررسی کنم در یک میدان الکتریکی یک نواخ ای چقدر میدان دو زب در ده به توان سه نیوتون بر کولون پروتونی از نقطه آ نقطه آ اینجاه با سرعت وی صف در خلاف جهت میدان چرا میدان از مثبت بعد باشه به منفی درسته؟ این داره در خلاف جهت میدان میره پروتون سرانجام نفته بی متوقف میشه پس اینجا سرعتش شند صفر چون اسم توقف آورده بار پروتون انقدر جرمش انقدر حالا این سوال میپرسه اولا چقدر جابجا شده ده سانتی متر وقتی داره میره اینجا و سرعتش میرسه به صفر یعنی انرژی جنبشیش داره کم میشه انرژی پتانسیلش داره زیاد میشه الف تغییر انرژی پتانسیل رو پیدا کن تغییر انرژی پتانسیل چون داره میره متوقف میشه انرژی داره زیاد میشه یعنی کار میدان منفیه حالا با این کاری ندارم اگر بخوام پیداش کنم دلتا یو میشه منفی W یعنی منفی ای کیو دی کوسینوس آلفا میشه کیو بار پروتونه یک و شش منهای نونزم میدان رو داده بود دو زب در ده به توانه سه دی ده سان جا شده یعنی ده زب در ده تا منفی دو چون خلاف جهته ببین دی اینوری وریه اف اینوریه دیگه بار منفی داره بار مثبت رو جذب میکنه یعنی این ور بوده این دوتا خلاف همن پزاوی 180 ه کسین 180 منفی یکه پس ببین دولیو برابر میشه با تغیراتمون ببخشید تغیراتمون میشه مثبت 3 و 2 در احتمال منفی گفتم وقتی داره میره اینجا انرژی پتانسیل وقتی داره میسه انرژی پتانسیل زیاد میشه پس کار میدان داره کم میشه مثلا این هم نیازی نداشتیم بذار پاکش بکنم که اینجا هم شلوغ بلوغش نکنیم خب پس میشه سه ارده زب در تا منفی هفت منفی هیوده از طرفی چون مثبت شدی یعنی انرژی پتانسیل زیاد شدی یعنی کار میدان منفی بوده تندی پرتو پروتون رو پیدا کن یعنی بگو با چه سرعتی حرکت کرده مگه اینقدر تغییر انرژی نداشته تبدیل شده به پتانسیل اینا از کجا آورده این انرژی جنبشی بوده دیگه این انرژی جنبشی رو داشته تبدیل شده به پتانسیل ایستاده پس همین انرژی جنبشی اولیش بوده با این انرژی جنبشی چی میتونم پیدا کنم سرعت بگم W میشه دلتا کار دلتا U میشه یک دومه دو دومن های دوم M. یک وی دو ویدیو مون بوده وی صفر اولیه رو میخوام عدد جایگذاری میکنم W میشه منفی 3 و 2 ضرب در 10 منفی 17 چرا منفی چون انقدر انرژی پتانسیل کم شده یک یک دوم در جرممون چقدر بود خودش داده بود یک و 67 10 تا منفی 27 ضرب در منفی 2 منفی و منفی میره پس وی میشه 1 و 96 در 10 تا 5 متر بر ثانیه قطعا سوال سوال مهمیه یه علامت هم براش بزن خیلی خیلی مهمه خیلی خب ارزم بزرگی که تامین یک هش در مثال یک ده اگر جای قطعه باتی عوض بشه پروتون در نقطه آ از حالت سکون رها بشه با چه سرعتی به B میرسه؟ اوکی؟ نگاه کن نقطه آ رها شد یعنی سرعت شند صفر این سری مثبت مثبت رو دفت میکنه یعنی F میشه اینوری اینم میره اینور پس حالا باعث میشه این میدان به سرعت بده این تو سال دوازدهم بچه ریاضی فقط میخونن که یه سری میدان هست که میتونه به ذرات شتاب بده که بهشون میگه میدان های شتاب دهنده و یه سری جا هستن که اینا رو باعث نگه داشتنشون میشن مثلا قسمت قبلی بهشون میگی میدان های ترمزی این تو ذهنت فقط باشه برای سالهای بعد بریم حلش کنیم W EQ D کسینوس آلفا زاویه همون چند صفره چون با هم این سری همجهت شدن پس میشه کیو E D ده سان جابجا شده کسینوس صفر حالا W میشه سه و در رفت منفی هیوده طبق قضیه کار و انرژی میتونم بگم که V میشه انقدر یعنی اه. یه بیارمش یعنی تفاوتی نداره اینا همون تقریبا دو در ده منفی 5. است یعنی با اینی که ما از بر به این رهاش کنیم بر بر یا از این بر مثلا با این سرعتی در خلاف جهت حرکتش بدیم که به تغییرات انرژی پتانسیل چون ما اینا رو پای فرض میکنیم و اطلاف انرژی در مسیر ندونیم فرقی نمیکنه اوکی؟ خیلی خب یه چیزی آمانه میگم یا رفتش آه حالا اگر با همون سرعته مثلا دو زب در ده رهاش به یه اندازه دوره به سرعت اضافه می شد بعد می میامدم همین رو حل میکردم می شد انقدر بعد وی اولیه رو دیگه صفر نمیذاشتم وی اولیه من بود اون عددی که رها شده بوده رها که دیگه نشده بوده یه سرعت اولیه که داشته حواسه رو جمع کن چون گفته بود رها شده سرعت اولیه رو صفر گذاشتم اگر میگفت مثلا با همون سرعتی که داشته حالا میشه دیگه اجازه صفر کردن سرعت اولیه رو نداشتم خیلی خب سوال یک قسمت یک هش که میشه پتانسیل الکتریکی اینی که تا الان بررسی کردم انرژی پتانسیل الکتریکی بود حواست جمع کن این دور ببینم انرژی پتانسیل الکتریکی بود اینی که الان میخوام بررسی کنم پتانسیل الکتریکیه یه تفاوت ریز با هم دیگه دارن تو بخش قبل دیدیم تغییر انرژی پتانسیل ذره باردار به بارش بستگی داره مثلا با دوبار شدن بار ذره تغییر انرژی پتانسیلش هم دو برابر میشه بنابراین نسبت تغییر انرژی پتانسیل به بار ذره مستقل از نوع و اندازشه ببین من این همه گفتم مثبت به مثبت نزدیک میشه منفی به منفی نزدیک میشه یا دور میشن یا هر چیزی علامت بار رو میدیدم اما توی پتانسیل دیگه علامت بار مهم نیست به نسبت این اختلاف پتانسیل الکتریک میگیم کدوم نسبت نسبت تغییر انرژی پتانسیل به بار ذره یعنی دلتا یو به کیو فرموله اینها دلتا یو به کیو نسبت دلتا یو به کیو میشه ویدومن های وی یعنی دلتا وی اوکی خب پس اینجوری نشونش میدیم پس حالا دیگه برام مهم نیست همینجا میگم دیگه تا تایفه هی تکرارش نمیکنم. هر وقت به قسمت مثبت میدان نزدیک باشی پتانسیل بیشتر هر وقت به قسمت منفی نزدیک باشی پتانسیل چیه کمتره پس دیگه بار مهم نیست میخواد مثبت نزدیک باشه میخواد منفی نزدیک باشه اصلا مهم نیست بار کم باشه زیاد باشه هر موقع بار به قسمت مثبت میدان نزدیکتر پتانسیل بیشتر به قسمت منفی میدان نزدیکتر باشه پتانسیلش کمتر خواهد بود این نکته رو داشتش با هم بریم جلو و دلتا وی میشه وی دو منهای دلتا یو به کیو خب که در آن وی کمیتی نرده ای موسوم به پتانسیل الکتریکی که در نقطه های یک و دو اینا ببین الان توی یک پتانسیل بیشتر توی دو پتانسیل کمتره چون اینجا به قسمت مثبت نزدیکتره که در این رابطه اختلاف پتانسیل دلتا وی بر حسب ژول بر کولونه ما اصطلاحاً به ژول بر کولن از بعد میگیم ولت که آن به افتخار ولتا ولت مینامیم و با نماد V نشونش میدیم پس پتانسیل میشه بی... همون 220 ولته همونی که یه باتری داره 1.5 ولته اوکی در از پتانسیلش 1.5 این 1.5 اختلاف دو سرش یه مثال بزنم یه باتری ماشین خب 12 ولتیه یعنی اختلاف دو سرش 12 ولته یعنی اگر اینجا 12 باشه اینجا صفره اگر اینجا مثلا دو باشه اینجا چنده بچه ها؟ چهارده چهارده من های دو باید بشه صفر خب در از این منفیه حالا اختلاف باید بشه دوازد اوکی مثلا اگر این منفی دو باشه این باید بشه ده ده من های من های دو بشه دوازده پس اختلافه پس اگه باتیه از این کوچولو ها داری نوشته یک و نیم یعنی این سرش با این سرش شد اختلاف داره یک و نیم وی منهای وی دو من های وی یک و نیم اوکی؟ گرچه این رابطه برای میدان الکتریکی یک نواخت بیان شده اما برای میدان های الکتریکی غیر یک هم میشه استفادهش کرد این اعدادیه که ما استفاده میکنم بیایم مثلا با تقلمی یکونین بولته یا مثلا آزرخش ببین چقدره ده به توان هشت تا ده به نه بود به خاطر بخوره به این تیکه است چون پتانسیل بالایی داره مثلا باتری ماشین دوازده ولتیه اوکی؟ خ... خب. ارزم در تشابه انرژی پتانسیل گرانشی در اینجا میتونیم بگیم انرژی پتانسیل الکتریکی مرجع این رو میتونیم برش اختیار کنیم که انرژی پتانسیل رو نسبت به اون صفر باشه بنابراین پتانسیل رو در هر نقطه میتونیم اینجوری بگیم V میشه U به Q این U به Q چی رو نشون میده؟ میگه آقا یه قسمتی از مدار صفر بوده ما بقیش رو نسبت به این میسنجم یه نکته مبدع پتانسیل هر موقعی که به زمین وصل یه نقطه ای ما توی فیزیک فرض میکنیم صفره پس مثل اونجا که مثلا میگیم جسمی در سطح زمین صفره اما تو میتونی ارتفاع ده متر رو بگیری صفر ما هم میگیم اگر قسمتی به زمین وصل بشه یعنی پتانسیلی که زمین داره صفره پس ما مبدا پتانسیلمون میشه پتانسیل زمین اینو تو سالهای بعد و فصلهای بعدم استفاده میکنم هر جایی که به زمین وصل بشه پتانسیلش صفره زندگی نامه ولتا رو باش کاری نداریم بریم سراغ یک یازده میگه در نتیجه برخور پرتوهای کیهانی با مولکولهای های هوا یه سری الکترون کنده میشه در نزدیکی زمین اندازه میدان 150 نیوتن بر کلونه. جهتش کنون پایین اگر یکی از این الکترون ها 500 متر بره به سمت بالا انرژی پتانسیل چه تغییر میکنه؟ الف به اختلاف پتانسیل دو نقطه چقدر میشه؟ الان زاویه نیرو و جابجایی چنده صفر پس بعد دارم سراغ دولیو مساویه با منفی دلتایو اینها دلتایو ای دولیو برابر و قرینه هم دیگر پس جای دولیو می نمیسم ای کسینوس آلفا چون یه دونه الکترونه میشه شه یک و شیش منهای نونزه میدان 150 بود چقدر جابجا شد 500 متر زاویه‌مون هم گفتیم بین اف دی چقدره صفر کسینوس صفر عدد چقدر میشه منفی یک و در 10 به توان منفی 14 جول اوکه. این میشه تغییرات انرژی پتانسیلم حالا تو به گفته اختلاف پتانسیل اختلاف پتانسیل از چه رابطه به دست میومد؟ تغییرات انرژی پتانسیل به کیو پس پتانسیل میشه انرژی پتانسیل به کیو انرژی پتانسیل رو به دست آوردم منفی یک و 20 ضرب در ده تا منفی 14 بارمون چقدر بود منفی یک و شش منهای 19 این دوتا رو بر هم تقسیم میکنم میشه هفت و نیم در ده به توان 4 ولت وقتی هم این مثبت شده یعنی افزایش پتانسیل داشتیم یعنی پتانسیل الکتریکی چی شده زیاد شده که اگر ده به توان 4 هم بخوام حذفش کنم ده به توان سه تا شو میتونم وردارم جاش بنویسم کیلو که میشه 75 5 کیلو ولت خیلی خب بریم تمرین یک نو میگه نشان دهید در یک میدان الکتریکی یک نواخ با حرکت در سوی خطوط میدان بدون توجه به نوع بار و پتانسیل الکتریکی اینا بدون توجه به نوع بار و پتانسیل الکتریکی کاهش پیدا میکنه و با حرکت در خلاف جهت خطوط میدان بدون توجه به نوع بار پتانسیل چه میشه زیاد میشه حالت اولش رو بررسی کنیم در جهت میخوام برم از آ میخوام برم به B. در جهت میدان به این میدان از مثبت به منفی منم در جهت این حرکت میکنم نیرو هم در جهته پس میگم چی؟ دلتاوی میشه دلتا یو به مثبت کیو منفی کیو ایدی کسینوس آلفا کیو با کیو ساده میشه چی باقی میمونه؟ ایدی کسینوس آلفا حالا اگر زاویه یه ببینید الان این دوتا زاویه شون چنده؟ سفر زاویه رو صفر بذارم میشه منفی ایدی درسته؟ یعنی دلتاوی چون منفی میشه کوچکتر از سفر دلتاوی کی آبی یعنی دلتاوی بی منهای آ همیشه تفاضل میشه دومی منهای اولی وقتی میگم دلتاوی آبه یعنی بی منهای آ بی منهای آ شده منفی یعنی چی؟ یعنی بی مقدارش از آ کمتر بوده که این شده منفی پس بی آ بیشتر از بی بیه اینا قبلش هم برای گفته بودم هر وقت اصلا بار و اینا رو کاری ندارم هر وقت به قسمت مثبت میدان نزدیکترم پتانسیلم بیشتره هر چقدر به منفی نزدیکترم پتانسیلم کمتره اینا کاملا معلومه برم برخلافش رو حساب کنم ببینم در خلاف میشه دوباره همین اتفاق میفته میشه منفی ایدی کوسینوس آلفا ولی زاویه چند 180 چرا جابجایی به, به سمت چپ اف این سمت تو قبلی همجهت بود اینجا 180 پس میشه مثبت ایدی وقتی مثبت باشه یه دلتا وی بی آ شده مثبت یعنی وی آ منهای وی بی شده مثبت یعنی آ از بی دوباره چیه بیشتر پس چه در جهت بریم چه در خلاف بریم فرقی نداره داره نشون میده آ از بی بیشتره یعنی به قسمت مثبت میدان نزدیکتر پتانسیل بیشتر به قسمت منفی نزدیکتر پتانسیل کمتر خواهد بود اوکی تمرین یک نو نشان دهید در میدان الکتریکی یک نواخ با حرکت در جهت عمود بر خطوط میدان پتانسیل تغییر نمیکنه همون کار رو باید انجام بدیم فقط کسینوس بعد بشه زاویه چند نوت کسینوس نوت چنده؟ صفر پس دلتا وی صفره نگاه کو این سری عمود میرم پس میگم دلتا وی میشه دلتا یو به کیو ای کیو دی به این کیو و کیو میره اما کسینوس هم زاویه چنده؟ نوته کسینوس 90 درجه دلتاوی میشه چند؟ صفر یعنی اگر عمود حرکت کنیم یه جور دیگه هم میتونم بگم گفتم هر چقدر به مثبت نزدیکتر پتانسیل بیشتره وقتی عمود دارم میرم آیا فاصله با صفحه مثبت کم و زیاد میشه یا با صفحه منفی کم و زیاد میشه نه چون فاصلم تغییره تغییری نکرده هم میتونم بگم پتانسیل تغییری نمیکنه پس پتانسیل به مثبت منفی کاری نداره به جهت و خلاف جهت کاری نداره هر چقدر به مثبت نزدیک بشی بیشتر میشه به منفی نزدیک بشی کمتر میشه عمودم که برم چون زاویم صفر کسینوس میشه ببخشید زاویم 90 کسینوسش میشه صفر پس دلتا وی صفر یعنی فاصله منگاره. هیچ تغییری نکرده خیلی خب بریم سراغ یه سری باتری شما با انواع باتری که در وسیله الکتریکی نظیر چراغ قوه و اینا استفاده میشه آشنایی دارید مثلا یه سری باتری 9 ولتی داریم باتری 1.5 ولتی داریم و الی آخر باتری ولتاژهای های متفاوتی دارن مثلا خود 12 ولتیه و کامیون 24 ولتی یا بیشتر یا کمتر باتری کنترل 1.5 ولتیه اوکی هر ورسی دو پایانه داره یکی مثبت یکی منفی بنا به قرارداد اختلاف پتانسیل دو سر باتری برابر با پتانسیل پایانه مثبت منهای منفی یعنی همیشه مثبت رو بعد منهای منفی کنی یه بار این کار برات انجام دادم شکلم کشیدم پس همیشه دلتا دوسر دو سر باتری برابر چی میشه وی مثبت منهای وی منفی همیشه مثبت و بعد منهای منفی کنید طبق قرار داد مثلا اگر من میگم باتری ماشین دوازده ولته یعنی مثبتش 12 پس منفی شنده صفر اگر میگم باتری ماشین 12 مثبتو بگیرم 10 ده, ده منهای چی میشه دوازده؟ منهای دو یعنی این سر ده این سر منفی دوه که اختلافش میشه ده منهای منهای دو دوباره میشه دوازده پس همیشه اختلاف مثبت منهای منفی بعد بشه اون چیزی که روی باتری نوشته شده خیلی خب بنابراین وقتی میگوییم باتری خود دوازده یعنی پتانسیل پایین مثبت دوازده و منفیش دوازده تا انگار کمتره یعنی چنده صفره اگر پتانسیل منفی چهار باشه پتانسیل این یکی میشه هشت بشه هشت منهای منهای چهار و همه اونه که برات گفتم یه نکته آخرش داریم اینجا میگه پتانسیل زمین یا نقطه ای از مدار را برابر صفر میگیرن تو پتانسیلم برات مثال زدم اصطلاحا نقطه زمین پتانسیلش همیشه نسبت به سنجیده میشه و با این نماد نشون میده گفتم هر وقت اینجوری شد یعنی پتانسیل صفره این یاد باشه پتانسیل وابسته به زمین صفره این مبدعه تو سال دهمم هم, هم یاد گرفتیم اگر یه جسمی رو سطح زمین باشه انرژی شنده صفر اما ما میتونیم ارتفاع ده متر رو بگیریم صفر همه رو نسبت به اون بسنجیم جای قرارداد اون این هم قرارداده جایی که به زمین وز شد پتانسیل شنده صفر حالا میتونیم یه قسمت دیگه ای رو صفر بگیریم پتانسیل رو نسبت به اون بسنجیم اما خود اونجا که گرفتیم صفر نسبت به پتانسیل مبدهمون میتونه بیشتر یا کمتر باشه اوکی ادامه بدیم مثال اگر پایین مثبت یک پارتی دوازده رو مرجع پتانسیل بگیریم یعنی چند صفر پتانسیل منفی شادر میشه بعد بشه منفی دوازده چون صفر منهای یه چیزی بعد بشه دوازده تا اینها میگم پتانسیل مثبتم صفره دلتا وی هم دوازده پس میشه وی مثبت منهای وی منفی بعد بشه دوازده اینم که فرض کردیم چند صفر پس وی منفی میشه منفی دوازده ولت خیلی ساده میتونم برسم به جواب مثال یک دوازده اختلاف پتانسیل پایانه باتری خود رو در شکل نشون داده شده برای آبی دوازده ولته پس اختلاف پتانسیل دو سر باتری ماشین دوازده اگر بار منفی پنجاه کولون منفی پنجاه کولن از پایانه مثبت به منفی باتری جابجا بشه انرژی پتانسیلش چه تغییری میکنه اولا وقتی از مثبت بریم به منفی این یه قرار داد یادت باشه طبق اون که الان گفتم اگر دلتا وی رو بخوام به دست بیارم از مثبت به منفی خب ارزم بود که دلتا وی همیشه منفی میشه اما اگر دلتا وی از منفی به سمت مثبت باشه دلتا وی مثبت میشه در اصل اینجا در حال دشارژ اینجا در حال شارژ انگار حالا میگه از مثبت میره به منفی پس دلتا وی میشه دلتا یو به کیو دلتا یو میشه کیو دلتا وی کیو چقدره منفی 50 اینا منفی 50 زب در دلتا وی چقدره بچه‌ها دوازده. چرا از مثبت رفتم به منفی درست شد ببخشید اشتباه گفتم از منفی رفتم به مثبت اینا از منفی به مثبت دلتا وی چیه مثبت اگر میگفت از آ رفتیم به بی یعنی از مثبت به منفی رفتیم اینجا جای منفی به جای مثبت 12 بعد می منفی 12 پس چی شد چون صورت سوال گفته منفی به مثبت دلتا وی چیه مثبت پس 12 مثبت میارم میذارم پس در نهایت برابر میشه با دلتا و منفی 600 جول یه مکسی اولش کردم که ببینم که جوابم این اشتباه تایپی نباشه میدونید چرا مکس کردم به خاطر اینکه ایاد باشه اول فصل گفتم یک کولوم بار زیادیه خیلی زیاده یعنی از نظر منطقی اگر بخوایم فکر کنیم الان عدد پنجاهمون برای یه باتری ماشین که لامپ روشن میکنه عدد بینهایت بزرگیه خب به خاطر همین میایم از این یه مکس کردم که ببینم یه موقع این نیم نخورده باشه و من حواسم نباشه پس این یاد باشه این 50 تا عملا عدد بزرگیه ولی خب سوال حالا دوست داشته با 50 حل بش کنیم مهم نیستش تو کتاب پس وقتی هم که منفی شده یعنی به اندازه 600 جول کاهش انرژی پتانسیل داشتیم خب بریم سراغ فاز میگه عمل مغز اساسا بر مبنای کنش و فعالیت های الکتریکیه این بچه تجربه قطعا خیلی بهتر از بچه ریاضی بلدن چون تمنه مشترکتون هست اما خب این بالاخره کاملا زیستیه اما بدونید که بچه های تجربی تمام پیام های عصبی که داره مخابره میشه به مغز یا به بدن همش بر اثر جریان های الکتریکی و الکتریسیت هست سیگنال های عصبی چیزی جز عبور جریان های الکتریکی نیست مغز این سیگنال ها رو دریافت میکنه و اطلاعات رو به صورت سیگنال های الکتریکی در امتداد اعصاب گوناگون منتقل میکنه هنگام انجام هر عمل خاصی سیگنال های الکتریکی زیادی تولید میشن این سیگنال ها حاصل کنش الکتروشیمیایی در یاخته های عصبی موسوم به نورون ها هستن خب درباره چگونگی کار نورون ها تحقیق و به کلاس گزارش کنید اصلا شکلگیری سیستم های عصبی و هوش های مصنوعی هم همین جوریه همچین مسیری رو مثلا اینجا یه پیامی حرکت میکنه میادش اینجا چه اتفاق افتاده مثلا اینجا دستت تو زری سوخته دیدی بچه موقعی که دست به چیزی میزنه میسوزه خیلی کوچوله بهش میگن جیزه بعد میره لبه صندلی مثلا مامانه بهش اینجا میکنه جیزه ناخودآگاه این مسیر میرسه به مغزش هنوز بچه دیگه نمیفهمه به محض اینکه اسم اونو جیزه میشنوه چون این مسیر میره اون درد و اون سوزشی که اون بار احساس کرده طبق یک جریان حرکت میکنه میرسه به مغزش یهو استوب میکنه حالا شاید اگر از اون بالا بیفته دیگه دستش نسوزه پاش بشکنه اما میشه یک حربه برای اولیاش که بیان بگن جیزه بچه دیگه تکون نمیخوره چون این سیستم عصبی داره یه پیام میفرسته به مغز یه بررسی کوچیک بکنیم با هم میگه یه فیلم میبینیم که کاملا اینا رو اینجا بهت نشون بدم اینجا رو ببین پاسخ به طور اختصار میتوان گفت که اساسا نورون متشکل از یک جسم سلولیه که پیام های الکتریکی رو به وسیله سیناپس ها روی دندریت های که روی دندریت ها قرار دارن دریافت و ارسال میکنه و میفرستتش به مغز در از اون مسیرها میشن سیناپس ها و دندریت ها اگر محرک به حد کافی قوی باشه نورون یک سیگنال الکتریکی رو در امتداد تاری به نام آکسون ارسال میکنه آکسون یا تار عصبی که قدرش 10 تا 20 میکرومتره و طولش ممکنه به یک متر برسه سیستم عصبی دیگه سیگنال الکتریکی رو به مایچه ها و نورون های دیگر میبره در دو طرف سطح یا قشای هر نورون اختلاف پتانسیلی ناشی از وجود یونهای منفی بیشتر در داخل قشا نسبت به خارجش وجود داره همون چیزی که باعث جریان میشه چرا تو سیم جریان به وجود میاد این ور پتانسیلش بیشتر این ور کمتر اینجا یه بار حرکت میکنه میادش اینجا دو سر اینم هم همین اتفاق میفته یه ور یون منفی بیشتر مثبت بیشتر از مثبت یک جریان میاد به این سمت حرکت میکنه و باعث میشه که این نورون توی این مسیر حرکت کنه بیادش جلو کجا بدیم این آشش در خود خواب وجود دارد و اصطلاحا به آن نورون قطبیده شده میگیم پتانسیل داخل سلول عموما 60 تا 90 میلی ولته ببین چقدر کمه اما سیستم داره و جریان کار میکنه منفی تر از خارج آن است این اختلاف پتانسیل پتانسیل استراحت نورون نامیده میشه بچه تجربه که اینا رو تقریبا بلدی برای بچه دیازی این رو توضیح دادم که با هم دیگه یه فیلم ببینیم روی فیلم دقیقا ببینید چه اتفاق میفته بعد برمیگردیم به نوع درس رو میدیم خب بچه ها میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم اینجا چه اتفاق میفته الان همون چیزی که برای گفتم ببین توی این حالت الان یه پیام فرستاده میشه میاد اینجا در از این مجموعه سیستم عصبیه که باعث حرکت میشه و میاد این مسیرها رو حالا طی میکنه و میره این یه فرستنده است حالا میتونه بازدارنده داشته باشه مثلا سیگنال از یه جای دیگه وارد بشه به عنوان سیگنال بازدارنده بیاد و جریان ایجاد کنه پس اینایی که ما داریم جریان جریان‌هایی که روی سیستم عصبیمون داره حرکت می‌کنه درست یه نکته جالب ما توی سیناپس ها الکتریکیش رو الان توی تمرین کتاب هم برات گفتم اما ما دو تا سیناپس داریم یه سریشون شیمیایی یه سریشون شکل شیمیایی رو بیا با هم دیگه ببینیم حالا چون خیلی خیلی اینا خوشگلن ببینید توی شیمیایی ها این جریان هایی که میان باعث میشن که یه سری فعل و انفالات شیمیایی رخ بده و اینجا حرکت کنه پس اینجا داخل اون مسیری که داره حرکت میکنه از اونجا این این مثلا رشته ها میاد اینجا اینو آزاد میکنه پخش میشه درست و باعث میشه که یک سیستم بره رو بعدی و شروع کنه به حرکت اما الکتریکی ها نگاه کن اگر بیام اینجا در دو سر این یه سری یون داریم میبینی یون هایی که مثبت منفی میشدن و باعث میشن از اینجا ببین یه جریانی انتقال پیدا کنه و جابجا جا بشه در از داخل الکتریکی اینجوریه بالا و پایین که قرمزه که دارید میبینید یون های پوتاسیوم هن سبزا سودیوم هن و زرد ها یون کلورید هن. که میتونن با اختلاف پتانسیلی که ایجاد کنن اینا رو جابجا جا کنن و یک پیام منتقل بشه برای بچه تجربی قطعا خیلی جذابیت بیشتری داره شاید بچه ریاضی اصلا براشون مهم نباشه و در حد یک مسئله حل کردن تموم بشه کار اما بچه های تجربه قطعا این شکل ها و این تریدی ها میتونه بهتون کمک کنه برای فهم بیشتر پس کلاس های شیمیر از کلاس های زیست هم از دست ندیدشون حتما ببینید شما قسمت های زیستم دیدم اکثر شاید 70-80 درصدش این شکلی بهتون آموزش داده میشه خیلی خب بریم سراغ فعالیت یک شیش وقتی نورون تحریک میشه در محل تحریک تغییر لحظه بزرگی در پتانسیل استراحت رخ میده این تغییر پتانسیل که به پتانسیل کنش نام داره به صورت سیگنالی در امتداد آکسون منتشر میشه تحریک میتونه از طریق عواملی از طریق گرما سرما نور سود و غیره به وجود بیاد مثل همون جیزه ای که برات گفتم اگر تحریک الکتریکی باشه در حدود 20 میلی ولت در دو طرف قشا لازمه تا پتانسیل کنش رو راه بیاندازه پتانسیل کنش با سرعت حدود سی متر بر ثانیه در امتداد آکسون منتشر میشه خیلی سرعتش بالاه در شکل اول تصویر نمایش داده میشه از چگونگی آشکارسازی پتانسیل همانطور که مشاهده میکنید در سمت چپ تحریک الکتریکی ایجاد شده که در سمت راست پتانسیل کنش حاصل از آن به صورت تابعی از زمان رسم شده یعنی این در شکل دوم اختلاف پتانسیل درون و بیرون قشای نورون در یک نقطه روی آکسون به صورت تابعی از زمان رسم شده درست؟ توی ادامش بذار بیام اینجا بذار اینو بگم اول این اختلاف پتانسیلی که میاد باعث میشه یه شک وارد بشه حالا این شک به هر دلیلی میتونه ایجاد بشه یه همچین اتفاق میفته یهو ها افزایش پیدا میکنه میاد میره توالت منفی و دوباره میره توالت استراحت فقط توی این مخصوصا برای بچه های ریاضی در حد اینکه این نمودار چه وضعیتی داره و تعریف اینی که این استراحت و سرعت و اینو چقدره کفایت میکنه و مسئله خاصی نمیتونه ازش بده مگر اینکه بیاد با توجه به این عددها مثلا بگه اختلاف پتانسیل دو سرش چقدر میشه و انرژی که جابجا میشه حتی اختلاف پتانسیل رو میتونه بده بعد بگه انقدر بار داشته مثلا تو تعداد باری که جابجا شده رو پیدا کن اگر تعداد بار جابجا شده رو پیدا کنیم از یه جای دیگه میتونیم چی رو بچه ها پیدا کنیم مثلا اینکه توی این اتفاقی که براش افتاده جریان الکتریکی چقدره که البته جریان دیگه به این فصل ربطی نداره برمیگره به فصل بعد یعنی ترکیب میشن با هم دیگه اوکی تو ادامه رابطه اختلاف پتانسیل دو نقطه و اندازه میدان الکتریکی یک نواخت همانطور که پیشتر گفتیم اختلاف پتانسیل الکتریکی دو نقطه از میدان الکتریکی مستقل از مستقل از نوع و اندازه باره یعنی علامت بار و اندازه بار برای مهم نیستن بنابراین میتونیم فرض کنیم بار جابجا جا شده بین دو نقطه چیه مثبت همچنین فرض کنید این بار مثبت در میدان الکتریکی یک نواخت ای همجهت با خطوط میدان و ای چی بشه؟ جا به اندازه ای چه بشه جابجا بشه اگر اتفاق بیفته با توجه به مثبت بودن و صفر بودن زاویه دلتا یو میشه کیو دلتا بی؟ اینو قبلا هم دیدیمش الان میخوام تعمیمش بدم به پتانسیل بین صفحات رسانه یعنی میدان الکتریکی یک نواق وگرنه این رابطه همونی که قبلا هم بوده با توجه به این دو تا رابطه دلتاوی میتونه منفی ایدی باشه این هم تکراریه و دیده بودیمش فرقی نکرده توجه کنید که این رابطه برای حرکت در جهت میدان به دست میاد اگر در خلاف جهت بریم میشه ایدی ولی مقدارش دوباره اثبات کردیم با هم دیگه که هر چقدر به مثبت نزدیکترین پتانسیل بیشتر هر چقدر دورترین پتانسیل کمتره. پس به جایی که این مثبت منفی رو بگیرم و گفتم مستقل از نوع و اندازه باره میگم اندازه دلتا وی میشه ایدی یعنی اختلاف پتانسیل میشه میدان زب در جا به جایش بارم دیگه مهم نیست ای بر حسب چی الان ببین اگر بخوام بنویسمش ای که توالت کلی نیوتون بر کولونه اما اگه اینو طرف وسط این کنم ای میشه وی به دی اگر ای بشود وی به دی این ولت این متره پس این چی میشه؟ ولت بر متر خب یه نکته گوسفندی مهم اینجا می نویسم. نگاه کن هر یک نیوتون بر کولوم میشه یک ولت بر متر یعنی از نظر ارزشی ولت بر متر و نیوتون بر کولوم ما فرقی ندارن ما اگر یه جای گفتم مثلا میدان دو نیوتون بر کولونه تو بگو دو ولت بر متره تفاوتی نداره در این رابطه دلتاوی بر حسب ولت ای بر حسب نیوتون بر کلون یا ولت بر متر الان یاد گرفتیم که فرقی نمیکنه. بنابراین می توان نوشت یک نیوتون بر کلون میشه یک ولت بر متر مثال یک سیزده لامپ های تصویر تلویزیون و نمایشگر های قدیمی اونایی که پشتشون بزرگه استالام بهشون میگن سی آر تی مانیتور ها هم یه موقعی قبلی که ال بودن در این لامپ الکترون ها در میدان الکتریکی یک نوا حرکت میکنن خب و با صفحه نمایش کرد برخورد میکنن دیدید اگر خیلی به اینا نزدیک میشی، سی دوندون بودش این بارها میمدن به اندازه منحرف میشنن میمدن برخورد میکنن به صفحه صفحات وقت که برخورد میکرد رنگ های مختلفی رو تو هر جایی که میخواست ایجاد میکرد با توجه به انرژی که داشت اگر صفحات در فاصله یک و هم زبده منفی دو متر باشد. و اختلاف پتانسیل بینشون چقدر باشه بچه ها؟ دو نیم زب در ده نان چهار بزرگی میدان الکتریکی صفحه رو تعیین کن اوکی این میشه وی ای به دی وی دو, دو نیم ده نان چهار یک و دو هم زب در ده نان فی دو به سادگی میشه دو ممیزه صفر هشت زب در ده نان شیش ولت بر متر یا نیوتون بر کولان فرقی نداشتش خب تایمرم نزده بدم ابنه یه میزنیم ادامهش میدیم حالا بریم سراغ کار میدان کار انجام شده توسط نیروی خارجی یعنی به جای اینکه بار رو تو میدان ولش کنم خودش خود به خود بره مثلا مثبت مثبت رو دفع کنه بره خب الان میخوام بیام یه نیروی وارد کنم یا در جهت با سرعت بیشتری بره یا اگه داره اینوری میره من زوری برش گردونم به سمت عقب خب این مهمه که یه نیروی خارجی باعث حرکت میشه یا نمیشه مثل اینجا ببین الان میدان از مثبت به منفیه میبینی جهتشو مثبت به منفی بار مثبت ای ولش کنه خود به خود میره بالا من دارم به زور میبرمش پایین چارت شکل مهمم چوش با هم دیگه بررسی کردیم هم تو کتاب دیدیم اگه یاد بشه هم اینجا با هم دیگه بررسیش کردیم اوکی حالا در حین این حرکت نیروی خارجی یه ما یعنی کار خارجی روی بار انجام میده در حالی که نیروی الکتریکی W ای -E هم داره روشن کار انجام میده پس دلتا کلیه کلی تغییرات انرژی پتانسیل میشه دوبلیو خارجی و دوبلیو میدان حالا یا این دوتا تا هم جهتن جمع میشن یا خلاف جهتن کم میشن تو شکل قبلی خلاف جهت هم دیگه بودن درست نیروی ما پایین بود اما نیروی میدان بالا بود اصلا دیگه کم میشدن ولی اگر هم جبر بشه بار میخواد بره بالا ما هم بیشتر هولش بدیم بره بالا چون کمک میکنه دوتا تا انرژی با هم جمع میشه تو حالت کالی کلی کالی چیه کلی دبلیو خارجی من های کیو دلتا وی میشه کیو دلتا وی در از چیه همون دبلیو ایه که تفاوتی ایجاد نمیکنه تو رابطه یک هفت دبلیو ای میشه منفی دلتا یو ای و دلتا یو ای میشه کیو دلتا وی ترکیب این دوتا میاد میره این بالا درست؟ حال فرض کنید که تندی بار در ابتدا و انتها یکسان باشه یعنی دلتا کا بشه چند؟ صفر اگر دلتا کا صفر بشه یعنی میدان خارجی نیروی خارجی و نیروی میدان باید کارشون بشه صفر جمعش یعنی دوتا با هم دیگه برابر و غرینن پس اگر سرعت کم و زیاد نشه مثلا بار مثبت از مثبت میخواد جدا بشه بیاد بالا سرعت میگیره دیگه چون نیرو داره بهش وارد میشه من آروم آروم اینجوری میبرمش بالا که سرعتی زیاد نشه مثل یه توپی که اینجوری میبری زیر آب ولش میکنی یهو میپره بالا یا این توپ رو آروم با یه سرعت ثابت بیاریم بالا رو سطح آب ولش کنیم پس اگر سرعت تغییر نکرد کار خارجی ما با کار میدان قطعا برابره این مهمه اوکی تمرین 11 در با فرض آنکه بار مثبته در ابتدا و انتهای جابجایی هم ساکن باشه آیا کار نیروی دست مثبت یا منفی با توجه اینکه بار مثبته و در ابتدا و انتهای جابجایی ساکنه دلتا کا میشه کا یک مساوی کادو چون دلتا کای نداریم تو هر دو حالت صفر بوده سرعت یعنی انرژی جنبشی تغییر انگار نکرده پس تو این حالت میتونم بنویسم W خارجی با W ای برابره پس این دو تا جمعشون میشه صفر و برابرن و قرینه هر وقت اتفاق افتاد برابرن و قرینه آیا بار مثبت کیو به نقطه با پتانسیلی بیشتر حرکت کنه یا به پتانسیلی با نقطه کمتر یعنی میگه با توجه به این توضیح بده که پتانسیل کم شده یا زیاد پتانسیل الکتریکی بار مثبت و منفیه از مثبت دور بشین پتانسیل داره کم میشه با حرکت در خلاف جهت میدان پتانسیل الکتریکی افزایش پیدا میکنه برای این بار مثبت کیو به نقطه با پتانسیل بیشتر حرکت کرده اوکی خب یک نوع میدان الکتریکی در داخل رسانان جسم رسانایی رو در نظر بگیر به نظر شما اگر باری اضافی به این جسم داده بشه چگونه در آن توضیح میشه اگر این جسم در میدان الکتریکی خارجی قرار بگیره توضیح میدان داخل و خارجش چجوریه میخوام این سه تا نکتر توش توضیح بدم توضیح بار در رسانه آزمایش فارده نخستین بار فرانکلین در پیوردن به اینکه بار الکتریکی داده شده به رسانه خونسا چگونه توضیح میشه آزمایش رو ترتیب داد این آزمایش اینجام این آزمایش توسط فاراده انجام شد خب و تکرار شد در از یه جور دیگه در ادامه ببینیم که چیه ببین فارده اومد یه گله باردار رو کرد داخل یک ظرف در ظرف باز بود وقتی این بار تماس داده بشه بارهای مثبتش پخش میشه رو ست. اینا ببین بار پخش میشه رو سطح ولی درش بست بس که پخش شد رو سطح یه نکته مهم بگم اگر اینجا در... این رو تماس بدیم در نوندیم بار رو سطح خارجی نمیاد اینجا هم بار داریم اما وقتی درش رو بس دید بار دیگه اینجاها ببین وجود نداره میاد رو سطح خارجی همین الان نکته ها بگم هر وقت یک بار در داخل جسم رسانای بسته ای وارد بشه داخلش بار نمیمونه میاد میره رو سطح خارجیش پس ما هیچ وقت داخل جسم رسانای توپر بار نداریم قطعا میاد رو سطح خارجیش پس در و بست دید بار اومد رو سطح خارجی دیگه داخلش باری وجود نداشتش در و باز کرد گوله رو برداشت دید گله دیگه بار نداره چرا؟ چون موقعی که اینو تماس میدیم بار میادش اینجا بار میره سطح خارجی یه داخلش باری وجود نداره حالا که در رو باز کنم این دیگه باری توش وجود نداره پس باز کردی گله بار نداره بعد اومد چسبوندش به الکتروسکوپ دید الکتروسکوپ هم تکون نمیخوره پس نتیجه گرفت که اگر بارش رو درون ظرف در بسته وارد کنه بار میره سطح خارجی پس این گوله هم دیگه باری توش وجود نداشت اینها این وارد کردیم بار رفت رو سطح خارجی درش باز شد رفت رو الکتروسکوپ الکتروسکو هیچ انحراف دیگه نداشت این میشه آزمایش فارادی از این آزمایش نشریه میگیریم که بار اضافه داره شده به یک رسانه روی سطح خارجیش توضیح میشه تری از این توضیح هم داری میبینی اگر این وسط پخش کنیم حرکت میکنه میاد رو سطح خارجی دیگه داخلش باری وجود نداره بی نهایت نکته مهمیه بار روی سطح خارجی فقط پخش میشه بررسی دقیق نشون داد پس از مدت زمان کوتاهی از دادن بار به رسانا بار در سطح خارجی توضیح میشه و نحوه توضیح بار در رسانا به گونه ای که میدان الکتریکی داخلش هم صفره پس دومین نکته اگر جسم رسانا تو پر باشه بهش بار بدیم بار میره رو سطح خارجی پس داخلش هم میدان صفره پس داخل جسم رسانه تو پر نه بار داریم نه میدان الکتریکی به عبارت دیگر در شرایط الکتروستاتیکی یعنی الکتریسیته ساکن باید داشته باشیم در داخل رسانه نمیتوان میدان در داخل رسانه نمیتونه صفر نباشه زیرا اگر صفر نباشه بر الکترون های آزاد رسانه نیروی الکتریکی وارد میشه طبق رابطه ای و سبب ایجاد جریان میشه در صورتی که بار رو وقتی پخش میکنیم میاد رو سطح خارجی و ساکن میشه دیگه توزیع بار و جریان وجود نداره که این بدین معناست که بارها در تعادل الکترواستاتیکی یعنی وای نیستن باعث حرکت نمیشه اگر حرکت کنه که میریم فصل بعد میخونیمش اختلاف پتانسیل و جریان ایجاد میشه نکتهش نکته مهمیه رسانه خونسا در میدان الکتریکی توی علوم هشتم با پیده القا آشنا شدید یعنی بدون تماس دادن یه میله بارده رو بیسی نزدیک میکردی تعادل بارهاشو برهم میزد اینا نزدیک کردن این باردار منفی به گوی فلزی باعث میشه وقتی این منفی نزدیک میشه اینجاها بشن مثبت اینجا بشن منفی یعنی بارهای مثبت و منفی داخل جسم از هم جدا میکنه وقتی یک رسانه خونسا در یک میدان خارجی قرار بگیره باز هم در مدت زمان کوتاهی 10 به توان منفی 9 ثانیه اصلا زمان خیلی کوتاه الکترون های آزاد تحت تاثیر میدان خارجی الکتریکی طوری رسد توضیح میشن یا القا میشن که میدان الکتریکی ناشی از آنها از اثر میدان درون رسانه رو خونسا کنه یه خودشون به این مثبت منفی دارن یه میدان دارن وقتی میاد تو میدان خارجی جوری جهت گیری میکنن مثلا میگم ببین این خونساه وقتی میاد تو این میدان میدان این وسط بعد بشه صفر پس تو خودش بعد میدان خلاف اندازه این ایجاد کنه که این میدان اثر این میدان رو خونسا کنه چون داخلش بعد بشه صفر یه جورای خبیده. ما به میگفتن می‌گفتن رسانه منزوی با یه شرط خاص دیگه تو رسانه منظوی میدانی که خودش اصلا چرا این مثبت منفی رو جدا میشه ببین اینجا مثبت بوده دیگه منفی میادش اینجا مثبت میادش اینجا چرا میدان بشه از مثبت به منفی که اثر میدان خارجی رو خونسا کنه پس دلیل القا اینه که این بار داخلی بعد میدان خارجی رو شکار کنه خونسا کنه به خاطر اینه که بارهای منفی جذب مثبت میشن و برعکسش اگر اینجا منفی باشه منفی ها میرن و مثبت ها میرن اینجا اگه منفی باشه مثبت ها میرن و مص... ای بابا منفی ها میرن این سمت پس میتونیم بگیم میدان الکتریکی ناشی از میدان خارجی درون رسانه رو خونسا کنه بدین ترتیب میدان الکتریکی خالص درون رسانا بازم چیه؟ صفره وگرنه دوباره جریان به وجود میادش اینا ببین الان میدان خارجی است این میدان خارجی این وریه میدانی که اینجا میکنه این وریه این اینو خونسا میکنه این اینو, این اینو این اینو 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 اینو, اینو. براینده اینا میشه در صفر یک گوی رسانه ها نشان میده که درون میدان الکتریکی خارجی قرار گرفته نحوه توضیع بار جوریه که میدان صفر بشه دقیقا هم توی شکل برای کام این دور میدم کاملا واضح و مشخصه چون میدان الکتریکی در رسانه در تعادل الکترواستاتیکی برابر صفر نیروی الکتریکی وارد بر هر ذره یه باردار در داخل رسانه صفر میشه بنابراین کار نیروی الکتریکی در هر جا به جایی در داخل رسانه هم چقدر میشه؟ صفر در نتیجه همه نقاط پتانسیل چی دارن؟ یکسان چون اگه بنویسم کیو دلتا وی دلتا وی هم باشه؟ صفر پس وی 1 و با هم دیگه چی میشن؟ برابر تو هر دو تا نقطه به خاطر همینه اگر یه سیم رسانا داشته باشیم داخلش میدان صفره اما هر جای سیم رو دست بزنی پتانسیلش یکسانه مثلا تو اگر اینجا رو واسه کنی به برقی 220 ولت خونتون وسط سیم سر سیم یا تای سیم همش 220 ولته چون میدانش بدبشه بشه صفر پس پتانسیل جمع بندیش میکنم پتانسیل در داخل جسم رسانا در همه نقاط یک سانه میدان در داخل جسم رسانای توپور صفره بار در داخل جسم رسانای توپور نمیمونه میاد رو سطح خارجیش این میشه اساس یه آزمایشی به نام قفس فارادی که جلوتر بررسیش میکنیم پس چون دلتا وی صفر شد وی دو وی یک اختلاف صفره وی یک و وی دو برابر اینها این قفس فارادی یه آقای اینجوری وایم میسته یک اختلاف پتانسیل زیادی بهش برخورد میکنه با اینکه این توریه اما آدامه رو برق این برام ببخشید آدامه رو برق نمیگیره چرا برق نمیگیره چون باربر رو سطح خارجی داخلش هم میدان وجود نداره اگر آدم دست بزنه برق میگیره چشها اما اگر وایسه این قفس که دورشه با رعد و برق که میخوره اتفاق نمیفته یکی از مثال های مهمی که میزنن اینه اگر تو تو ماشین باشی و ماشین و برق بزنه به ماشین در دیگه آزرخش بزنه به ماشین سایقه بزنه به ماشین تو بر اثر جریان که سایقه بهت وارد میکنه نیمینی در از بار پخش میشه رو سطح ماشین میره تو زمین یعنی کسی داخل ماشین دوچار برق گرفتگی نمیشه اما انقدر این بار زیادی و ماشین آتیش میگیره این داستانش فرق میکنه یا کسی که تو هواپیمای اگر برخورد کنه الکس بار به هواپیما کسی داخلش دچار برق گرفتگی نمیشه چون سطح داخلی یک جسم رسانا مثل هواپیما مثل ماشین که بدنهاشون فلزیه داخلش بار و میدانی وجود نداره اوکی گفته در یک یه قفس توی فلزی میبینی که از نوع قفس فارده در موردش توضیح بده قفس فارده در واقع به انواع مجموعه گفته میشه که بر مبنای آزمایش فارادی باشه همونی که درش رو بستیم و همه بارها همش میرم اینجا اینجا و بارش میرفت رو سطح خارجیش میدونیم اگر یک رسانه خنسا را در یک میدان الکتریکی خارجی قرار بدیم الکترون های آزاد رسانه طوری رو سطح خارجی توضیح میشن که میدان ناشیش میدان داخل خارجی رو خونسا کنه همچنین بار خارجی روی جسم رسانه طوری روش توضیح میشه که میدان الکتریکی داخل روش کار کنه صفر کنه بنا این اساس مهمترین کاربرد قفس فارادی ساختن محافظت های الکترواستاتیکیه به این صورت که دستگاهی که قرار مورد حفاظت قرار بگیره در جعبه قرار میدن یا را در بالای لایه از جنس ماده رساننده میپوشانند مثلا میگم ما دستگاه خیلی بزرگی مثلا رو پشت بومه بعد میخوایم ازش حفاظت کنیم میهم قفس کاتودی براش دو قفس فارادی درست میکنیم اگر رد و برقم بخوره وقتی برخورد کرد میتونه توسط کابل هایی که این انرژی رو منتقل میکنه بره زمین دیگه این رد و برق این رد و برق این به دستگاه نخوره و باعث خرابی نشه یا هر جای دیگه یا مثلا برای رد و برق خب یه آزمایش قفس ای رو با هم دیگه بررسی کردیم که چجوری کار میکنه و یه تصور و یه تحصیل سازی برات ایجاد کردم حالا با هم دیگه فیلم ببینیم این همون اختلاف پتانسیل زیاده و فرض کن اینجا یه آدم ایستاده این آدم سری براده بهش آویزونه خب نگاه کن موقعی که ما ولتاژ را اضافه کنیم اینها موقعی که بیانیم اینجا به که اینجا اون جرقه زده بشه و میدان ایجاد بشه اون جرقای الکتریکی نگاه کن بذار بیاد بالا خب الان زوم شد اون تیه در از اون یکی دسته رو به این نزدیک میکنه الان خب موقعی که این نزدیک میشه اینا نگاه کن اینا شروع میکنه اینا رو دفع کردن در اصل میدان این داره به کی وارد میشه به این براده ها وارد میشه و اینا رو از هم دیگه دور میکنه وقتی که جریان و ولتاژ قطع میشه اینا میادش پایین حالا روی این فرد خب یک قفس فارادی میذاریم یه توری فلزی میذاریم که اگر دقت کنی این توری فلزی الان این پشتش سری براده داره خب حالا اگر رو نزدیک کنیم نیا کن اینا تکون میخورن و این دیگه تکون نمیخوره ببین اینا اینا دفع میشن اما اینا جاشون تکون نمیخورن که بهش میگیم حفاظت های قفس در از فارادی دقیقا ببین اینجا داره جرقه میزنه خب اما این آدمیش بلایی سرش نمیاد و این تیقاها و این براده های انتها داره دور میشه این تکون نمیخوره همون چیزی که گفتم اگر شما داخل هواپیما یا ماشین باشید رد و برق بخوره بهش هیچ اتفاق خاصی رخ نمیده چون شما تو فضای داخلی بودید و بار و میدان میره روی سطح خارجی پس داخل جسم رسانا میدانمون صفر بود بار میرفت رو سطح خارجی و دچار برق گرفتگی نمیشدیم تغییر کنید چرا معمولا شخصی که داخل اتومبیل یا هواپیمای از خطر آزرخش در امانه؟ همین الان گفتیم وقتی که رس... جسم رسانه باشه اینا وقتی باردار میشه بلافاصله فاصله تا منفی نه ثانیه میرن رو سطح خارجی این شخص از این خطر جدا میمونه پس اگر آزرخشی به خود بخوره بهد امترین شد کجاست داخل خود رو؟ خب حرف یک با اعضای گروه خود آزمایش های دیگر رو طراحی کنید که نشان در بار اضافی روی سطح خارج قرار میگیره این یه مثال قدیمیه میگه میتونیم آزمایش اینجوری انجام بدیم یه الکتروسکوپ بزنیم اون وسط وسط یه کره بعد درش ببندیم در آن دو توری فرزی قرار میدیم کلاهک الکتروسکوپ رو به یکی از توری ها وصل میکنیم سپس با استفاده از سیم رسانای دیگری توری ها رو هم به هم دیگه وصل میکنیم تا یک قفس رسانه تشکیل بشه در از الکتروسکوپ رو بردم داخل یه توری یا قفس فارادی سپس جسمی فلزی رو باردار کرده به توده ها وصل میکنیم مشاهده میکنیم که اغربه های الکتروسکوپ بدون تغییر جهت میمونن چرا چون بار میره سطح خارجی وقتی رو وصل کردم اینجا خود کلاهک الکتروسکوپ هم قسمتی از سطح خارجیه پس باری دیگه داخلش نمیره اگر حال با استفاده از جسمی آیه یکی از توری ها را برداریم مشاهده میشه که اغربه های الکتروسکوپ اصلا فاصله میگیره مثل همون که بری گفتم اگر در باز باشه داخلش هم بار میگیره حالا اگر اینجوری باشه و می بار داره بیارم این چون خود سطح خارجی محسوب میشه تیغا از هم دیگه دور میشن خیلی خب یکی از فناوری کاربردم اینه که میاد سطح مثلا اه جایی که میخوان رنگ رو باردار میکنن اینی هم که رنگ و میپاشه باردار میشه بارهای مثبت هم میشه اصلا به هم از شراها ها جلوگیری میکنه و رنگ تمیزتری رو بهت میده سیغلی و کیفیتش بیشتر میشه حالا بعدا میتونید کامل در موردش بخونید بریم سراغ یک عبارت دیگه به اسم چگالی سطحی بار الکتریکی برای اینکه بتونیم تراکم بار رو تو بخش های مختلف یک جسم مقایسه کنیم از چگالی سطحی استفاده میکنیم آمیانه نسبت بار پخش شده بر روی سطح Q کولون A متر مربع پس زیگما زیگمای کوچیک این به ما یه بزرگ داریم این شکلیه یه زیگمای داریم این شکلی میشه کولا مر متر مربع پس میگیم نسبت بار پخش شده بر روی سطح واحدش هم اینجا کامل برات نوشته شده اوکی حالا میخوایم چگالی سطحی بار الکتریکی رو در رسانه بررسی کنیم دیدیم که بار روی سطح خارجی توضیح میشه این یادت چی بود واندگراف برای اینکه در بار الکتریکی داره شده به رسانه چجوری توضیح میشه از تعریف چگالی سطحی استفاده میکنیم به این منظور این آزمایش رو در نظر بگیریم یه در از جسم فلزی مخروطی شکل دارم یه میله باردار واندگراف و الکتروسکوپ بریم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم یک جسم رسانه دوکی شکل همین اینه روی پای آیه قرار داره در تماس با کلاهک واندوگراف قرارش میدیم که باردار بشه گله فلزی که به دست های متسلن هم به بخش پهن دوک تماس میدیم سپس گلده رو بر سر الکتروسکوپ تماس میدیم همین آزمایش رو پس از خونسا کردن الکتروسکوپ و گوی فلزی انجام میدیم با نوک تیزش خواهید دید انحراف صفای الکتروسکوپ با نوک تو... تیز دوک بیشتره چرا؟ تجمع بار تو نقاط نکتیز بیشتره به خاطر همینه که آذرخشگیر یا برگیر که میزنن بالای ساختمون نکتیزه وقتی آذرخش میخوره به که بخوره به ساختمون میره نکتیز تیز تجمع بار بیشتره ببین این یه بار داره یه بار وقتی این کره میارمش اینجا این جدا میشه وقتی همین بار رو به این بدم تجمع بار تو نقاط نوک میشه بیشتر میشه مثلا اگر یه همچین شکل رو در نظر بگیرم 10 تا بار بهش بدم 5 تا بارش اینجاست 5 تا دیگه اینجا هست یعنی همیشه تجمع بار در نقاط نکتیز بیشتره میشه که جسم رسانا باشه آزمایش های از این دست نشون میده تراکم بار و چگالی سطحی بار در نقاط نکتیز بیشتره میبینی اینها همچنین میتوان نشان داد که خطوط میدان الکتریکی در نقاط نکتیز چنین رسانایی متراکم تره هر چقدر تراکم بیشتر بود قدرت میدان هم بیشتر بود در نشه میدان الکتریکی در نقاط نکتیز قویتر و تراکم بار هم بیشتر خواهد شد این هم آزمایش هست میگه دو ورقه آلمینیومی نازک به عواد 3 در 4 مشاله کنید و به سرهای دو نخ دو تک نخ هم اندازه به طول سی میخوایم یه آونگ درست کنیم اگه تو شک قشنگ بخوای ببینی اینا این انگار این آونگ هست. این اینو داره نشون میده اونی که به این تهه بهش نزدیکتره اینی که دورتر شده به سر نازکتر یا تیزتر دوک وصله چون اینجا بار بیشتر دافعه بیشتر اینجا که بار کمتر دافعه کمتره میگه چه مشاهده میکنید؟ مشاهده میکنیم ابتدا گللا به علت القای بار به سمت کلاهک جذب میشن و پس از آنکه بار آنها بر بار, بار کلاهک هم نام شد به علت نیروی دافع از کلاهک دور میشن پس از مدت گلوله در فاصله معینی در دو طرف میستن می به طوری که گلوله که با نوک تیز تماس پیدا کرده زاویه بیشتری داره و اون یکی زاویه کمتر دقیقا به خاطر اختلاف و تجمع بار که در نقاط نکتیز بیشتره داره این اتفاق میفته مثال یک چارده سطح فلزی بزرگ بارداری رو در نظر بگیر که بار الکتریکی در سطح آن و دور از لبا به طور یه نواخت توضیح شده اگر چگالی بار انقدر باشه در بخش از سطح که مسازلش اینقدره با این چی میتونم به دست بیارم؟ مساز چقدر بار قرار گرفته؟ راحت کیو میشه زیما در آ. دو در ده تا منفی شیش خب زیگمای دیگه در مساحتش مساحتش هم یک میلیمتر زب در خودش بکنم میشه یک میلیمتر مربع یعنی یک زب در ده تا منفی سه یک زب در ده منفی سه که بشه مساحتی که میخوام چون چگالی سطحیه میشه دو زب در ده تا منفی دوازده کولون این میشه باری که روی سطح پخش شده خیلی راحت فالتی یک نو در مورد برگیر ساختمان تحقیق کن و بررسی کن چگونه ساختمان از گزن نگه میداره توضیحشو به دادم وقتی آزرخش میخوره میره نوک تیز برگی رو میگیره با سیم های خیلی قوی میاد میره تو زمین به جای اینکه بار داخل جسم رسانا پخش بشه مثل خونه بیاد وسایل الکتریکی خونه ها رو بسوزونه توی یک ساختمون توسط این میره نوکه تیز از اون نوکه تیز منتقل میشه میره توی زمین زمین چون مبدع پتانسیل الکتریکی که تأثیری براش نداره تخلیه میشه داخل زمین حتی شما یه سری وسیله مثلا چه میدونم ماشین زرخشوی یا رخشوی یا هم که میگیری یا گازی سیم سبز و سفید داره که سلامش میگن سیم ارس اونو وصل میکنم به یه قسمتی از ساختمون وقتی مثلا یه اتصالی کوتاه رخ بده بجن که دست بزنی تو رو برق بگیره این برق میره داخل بدنه ساختمون و میره داخل زمین به خاطر همین اگر این سیم وزن بعضی وقت‌ها وقتی به این دست میزنی و برق میگیرتت اما اگر سیم ارسش رو وصل دیگه اون بار رو سطح خارجیش پخش نمیشه و شما هم دوشار برق گرفتگی نمیشی خب یه ذره خوب است بدانیم تخلیه حاله همونطور که دیدیم در قسمت های نکتی چگالی سطحی بیشتره مثل این گویه یا دوکه که دیدیم اینجا قدرت بیشتر بود درست؟ کوشش؟ اینا. با اسباب آزمایش فرضی یک سه یعنی این از یه میله و این شکل میتونیم نشون بدیم که خطوط میدان الکتریکی در نقاط نکتیز متراکمتر و در نتیجه میدان الکتریکیمون چیه؟ قوی تره این همونی که اول فصل داشتیم اومدیم یه سری روغن کرچک رو ریختیم و گفتیم میتونیم روش مثلا یه سری بز بریزیم جهدگیری ها رو ببینیم اگر این کار انجام بدیم دقیقا مشخص میشه اینجا تراکم بیشتره و قدرت بیشتر خواهد شد درست؟ حالا اگر بزرگی میدان از یک مقدار حدی فراتر بره این میدان شدید میتونه الکترون ها رو از مولکول های هوا جدا کنه یعنی اله... وقتی که مثلا مثل رد و برقه و که میزن از یک حدی که بیشتر بشه میتونه الکترون رو از سطح هوا جدا کنه یعنی هوا رو هم حتی باردار کنه خب؟ و با اونها شتاب بده برخورد این الکترون ها با مولکول های دیگر موجب برانگیختگی مولکول ها میشه و در نتیجه نوری تولید میشه که قابل مشاهده است در از رد و برق همینه موقعی که این تخلیه میخواد صورت بگیره ذره به ذره الکترون ها جدا میکنه اینا دوباره با هم دیگه جرقه میزنن یه همچین مسیرهایی رو داریم پس مسیرهایی که ما در آزرخش ها یا سایقه ها میبینیم دقیقا یک حالتی از تخلیه چیه؟ حالیه که تو شکل به کتاب داریم میبینیمش. هنگام وقوع این پدیده جنبش مولکولی دما و فشار و هوا در محل وقوع این پدیده زیاد میشه که این معمولا همراه با صدای ویلیز و این چیز میزایه که در حین تخلیه جرقه شنیده میشه مثلا یه چیزی داره اتصالی میکنه اینجوری صدا میده دقیقا همون حالت داره به این جرقه الکتریکی که در نوک تیز اجسام رسانه بلند و نازک ایجاد میشه تخلیه ی یا آتش آتش سنت المو میگیم خب این هم میشه همون چیزهایی که داریم میبینیمش در از که حتی مثلا توی اینو توی یه ای دستگاه دیگه هم میبینی یه سری گوی هستن این حالت پلاسمای داخلشون به برق وصل میشه یه سری از این حاله ها اینجوری دیده میشه توش اونجا هم اختلاف پتانسیل برای اون جسمی که اونجا زیاده عین رد و برق داخلش دیده میشه تو خیلی از این اسپیکر که یه سری برند های مخصوص داره و تقریبا گرون هم هستن اینا رو میبینی اگر دقت بکنی حالا اینم از تختی حالیه حالا مولد واندوگراف رو هم یه بررسی کنیم قبلا هم بررسی کرده بودیمش اینجا تمامش کنم مولد واندوگراف گفتیم دستگاهی که بار رو, رو روی کلاهک فلزیش انباشته میکنه چجوری بود یه تسمه میچرخید بر اثر مالش باردار میشد این بار میمد رو سطح خارجی که اول فصل هم گفتم گفتم مبادله واندوگراف کارش چیه ایجاد الکتریسیته ساکن و بار درست اگر یک جسم رسانه با کلاهک این دستگاه تماس پیدا کنه یا در نزدیکش قرار بگیره میتونه دارای بار الکتریکی بشه پس کارش چی شد تولید بار در نمونه ساده مورد واندوگراف قلتک پایینی توسط یک موتور الکتریکی میچرخه و تسمه دو قلتک چرخونده میشه معمولا قلتک پایینی از جنس پلاستیک پولیتیله و قلتک بالای از جنس آلمینیومه که تقسیم بار کنه مثل یه همچین شکلی این پایین این بالا این قلتکه بار مثبت میگیره بارهای من بعد به زمین وصل میشه وقتی که بشه بارهای مثبت رو میکشه بالا که اینو خونسا کنه قلتک برمی داره میارتش بالا اینجا یه سری ای جاروبک داریم این شکل است این جاروبک ها بارهای منفی رو جارو میکنن میرزن و سطح خارجی اینجا چه اتفاق میفته بار تولید میشه درست و این کلاهک بالا باردار میشه حالا اگه رو به این تماس بدیم یا نزدیکش کنیم بر اثر تماس یا القای بار اون جسممون هم چه اتفاق برش میفته باردار میشه بر اثر مالش تصمه لاستیکی با قلتک پایینی این قلتک بنا بر سری الکتریسیته مالشی بار مثبت پیدا میکنه همونی که تو جدول با هم دیگه دیدیم قفته پایینی که بار مثبت داره در یک شانه فلزی که متصل زمینه بار منفی رو الغا میکنیم یاره بالا بار منفی توسط این شانه روی سطح بیرونی تسمه قرار داده میشه در قلتگ بالایی تسمه لاستیکی باردار منفی الکترون ها را از نوک شانه فلزی دفت میکنه و نیز بار منفی از تسمه به شانه و سپس به کجا میره؟ کلاهک میره به این ترتیب بار الکتریکی منفی روی سطح خارج کلاهک انباشته میشه همجوری رو شکتم داریم میبینیمش با انتخاب جنس های دیگری و یا قلتک در سری الکتریسیته مالشی پایین تر از لاستیک قرار داره مثل تفلون میتونیم بار مثبت ببریم قرار شد هر کی بالاتر بارش مثبت هرکی هر کی پایین تر بارش منفی تر طبق اون جدول الان بار منفیه چون اون پایین پلاستیکی بود حالا اگر تفلون استفاده کنیم چون نسبت به اون تسمه لاستیک وضع پایین داره بالا میشه بار در از تسمه میشه بار مثبت این سری اوکی خیلی خب بچه ها یه جلسه دیگر هم با هم میگه تموم میکنیم تا آماده بشیم برای جلسه بعدی و پایانی این فصل که اسمش چیه؟ خازن